آقای امیر پوریا منتقد و مدرس سینما به کتاب باز خیلی خوش اومدین سلام از میکنم ممنونم با اینکه قبلا این, این شوخی با هم کردیم که یه خورده دیر شد حضور من و فکر میکنم که هم بیش از این بود برای حضور ولی خیلی خوشحالم که به همین دیری هم بالاخره اتفاق افتاد به نظر منم خیلی دیر شد خیلی خیلی به خاطر اینکه یکی از باسوادترین آدمایی که تا حالا تو زندگیم دیدم لطف داریم واقعا فکر نمی کنم که لذت کتاب خوندن خیلی مستقیم به سواد به هدف سواد باشه داشتم می اومدم نشونی که برام فرستاده بودن و که نگاه کردم زده بود حالا جاشو نمیگیم که طرفدارای تو پاشنه در اینجا رو در رو از پاشنه در نیارن نگو که لوکیشنشو نمیگیم ولی نوشته بود بین پلاک یک و پلاک سه بعد من فکر کردم چه حس سوریاله مثلا یاد فیلم جامالکوویچ بودن اسپاک جونز افتادم که تو طبقه هفت نیم یه شرکت همه دلار را میرن چون سقفش کوتاهه و به این فکر کردم که به همین یه اشاره بکنیم که این تداعی داستان ها فیلم ها شعرها، ها حتی جوک ها تداعی اینا برای ما یه جور بر مبتنی بر محفوظات نیست چیزی که همیشه توی مثلا بحث های مربوط به همین عبارت سواد که تو الان میگی به محض اینکه با اطلاعات یکی تلقی میشه من مجبورم بهش اشاره کنم هیچ کدوم ما به قصد اینکه یه چیزی رو حفظ کنیم سروش نخوندیم اگه حفظ شدیم علاقه باعث شده یادمون مونده اسم این نویسنده که الان مثال زدم میدونید چرا دارم اینقدر لبخند میزنم تمام مدت برای اینکه ما نمیدونم 200 تا 300 تا برنامه ضبط کردیم تو تنها مهمونی هستی که من هنوز هیچ سوالی مطرح نکرده دارید کل بخش اول توضیح میده هنوز سوالی شروع نشده ولی داری من نه نه عالی بود ولی حالا ادامه در ادامهش همینه <applause> که ببین یه کتابیه یعنی راجب کل نگاهی که در مورد برنامه کتاب باز اگه سوالی هم داشتی دقیقا <applause> چون معمولا تو مهمون من بودی توی برنامه ها الان هم جا رو عوض کنی یه راجب کل، کلیت وجود برنامه مثل کتاب باز که یه ضرورت فرهنگی و کاملا زیستیه یعنی فقط برای آدم اهل فرهنگ مهم نیست اساسا برای زندگی و اجتماعی ما لازمه یه چیزی به نظر میرسه که با اهمیته یه کتابی هست به اسم آداب روزانه که میسون کاری گردآوری کرده و ترجمه خانم مریم مؤمنی نشر ماهی منتشرش کرد که در واقع راجع به این, این عبارت فری عنوان فرعی کتاب اینه که بزرگان روز خودشون چجوری شب میکنن از فلینی یا برعکس بگیم از دکارت تا فلینی از بتوون تا وودیاله که دو تا ترجمه هم از این کتاب هست اشتباه نکنم ممکنه آره من دوم آره ولی دو آره ولی به هر حال چیزیش که برام خیلی مهمه منهای همه اینا که میگه این چه ساعتی از روز مراکامی کی مینویسه اون چه ساعتی قهوه میخوره غیره مقدمه که میسونکاری کاری اشاره میکنه که این کتاب درباره یک پدیده تحت عنوان اینکه چگونه یکی هنرمند شد ولی از خود اون هنره چیزی در دلش نیست یعنی تو فقط یک عنوان میبینی که لودویگ وان بتوونه نمیبینی که بتوون به چه دلیل اهمیت داره و خطرش هم اینه که خیلی وقتی اون شهر حالو میخونن میگن اه ببین ودیالنم هم مثل من مثلا هر وقت که فکرش باز نیست برای نوشتن میره قدم میزنه که حالا بودیالن میگه بعد از اینکه شناختنم دیگه نمیتونم این کارو بکنم خب یعنی یه چیزهای فرعی به جای خود اون آثاری که باید دنبالش کنیم خطر برنامه کتاب بازم دقیقا همینه چیه؟ yeah. که بیننده به طور مداوم درگیر همین نکته‌ای بشه که تو الان, الان آلو به من لطف کردی اشاره کردی یا در مورد اصلا مهمونهای مختلف که به جای این که من دارم به این اشاره میکنم بهش فکر کنه یا جذب اون قصه ای بشه که تو از مثلا کتاب سنگی برگوری جلال آل احمد میگی قصه جذبش کنه میگه چقدر سروش کتاب خونده باری الله اصلا بی خود نبود ازش داره به یه نکته مهمی آقای پوریا اشاره میکنه که کتاب خوندن قرار نیست هدف این باشه که کتاب بخوانیم. اصلا از دوره مدرسه وقتی که هی اینو میگفتن من همیشه فکر میکردم که مثلا یه وقتی آدم میره توی مثلا خونه عموش که یک اتاق کتابخونه داره خب. و تو کنجکاوی های دوره نوجوانی ممکن است این کتابی رو داره که به نظر خودش هم کتاب خیلی مهمی نیست یا با ارزش نیست اصلا اینی که کلا کتاب بخونید یعنی چه کتاب چرند داریم کتاب پرد داریم کتاب سطحی داریم کتاب منحد داریم حتی در عبارات عبارات علما و فضلا کتاب کتاب زاله داریم میدونی این خودش یه ترویج سطحیه به یه قصد عمیق به قصد اون قصد امیغه بس... رو برای ما بگو چیه ببین اه... همون لذتی که بهش اشاره کردم خیلی همه جانب است و خیلی اتفاقا فارغ از اینه که کتاب بخونیم که چی بشود یعنی اون عباراتی که به کار میره پیامش خیلی خیلی بود. من آموزنده با تو هم عقیدم و یکی از مهمترین دلایل برای کتاب خوندن اینه که لذت بخشه کاریه که لذت داره ولی گاهی وقتا آدم سوالی داره اونم میتونه به کتاب مراجعه کنه و گاهی وقتها دقدقه ای داره اونم حالا که اونم از جنس سواله ولی تو یه چیزی مسئلت شده اونجا هم باز میشه رفت سراغ قطعا هم اینجوریه ولی خیلی اوقات این قبل از اینی که دقدقه پیش بیاد تو عملا داری دقدقه های انسانی دیگران رو دنبال میکنی دقدقه با. های احتمالی آینده خودتو من همیشه مثال میزنم میگم که اگر برای پدر یکی ورشکستگی پیش بیاد اگه برای مثلا یکی از دوستان نزدیک یه آدمی یه بیماری لاعلاجی پیش بیاد آره. یا برای خودش موفقیت مالی یا کاری خیلی بزرگ بین آدمی که بارها مشابه این آدمی که درگیر این شرایط میشه رو تو فیلم تو رمان تو داستان کوتاه مواجه شده باش حتی تو زندگی نامه ها با آدمی که نه به هر حال دوباری شنیده که فلانی هم به فلان بیماری برد مرد ولی الان برای یه آدم نزدیکش پیش میاد باید فرقی وجود داشته باشه یعنی نوع نگاه و برخورد یه آدم داستان زندگی دنبال کرده الان نمیخوام فقط بگم کتاب خونده کتاب خونده هم مثل عبارت تحصیل کرده از اون چیزهایی که ازش فرار میکنم از بکار بردنش به دلیل اینکه میشه بسیار تحصیل کرد ولی اصلا صاحب نگرش نبود کتاب خونده مهم نیست اینکه زندگی ها رو داستان ها رو رصد کرده باشه و احوال آدم های مختلف ها. وقتی موقعیت براش پیش میاد فکر نکنه من اولین آدمم که این شرایط پیش اومده برام و اون چیزی هم که تو فرنگ ایرونی خیلی زیاده که ما میگیم سروش باز مثلا مثلا تو نوجوانی باز پدر تو خوبه مثلا میذاره تا اینجا بری پدر من اونم نمیذاره یعنی همیشه ما رقابت داریم تو اینکه وضعیت من بدتره الان داری میگی که لذت ببریم از کتاب خوندن داری میگی که کتاب این که این کتاب بخون اون کتاب بخون اون کتاب بخون مهم نیست مهم اینه که اینا وارد جونمون بشه تجربهش بکنیم زندگی به جای بکنیم. یا خیلی های دیگه که اینا رو تجربه کردن اثر گذروندن یا قصه روایت شده اونا به جای ما اینا رو تجربه کرده باشن و ما با حاصل اون تجربه ها مواجه شیم خب الان اگه خودمون نمیتونیم تجربه کنیم یکی از مهمترین مسائل ذهنی من ها لطفاً بهش جواب بده به عنوان کسی که اینو مطرح کرد آدم های زیادی سعدی میخونن ولی سعدی داره حرفایی میزنه که اگه وارد زندگی ما بشه زندگی رو میتونه دگرگون کنه ما وقتی سعدی رو خوندیم که حرفاش وارد زندگیمون بشه آره مهم. این همون چیزیه که داری میگی خیلی نمیدونم دقیقا سوال تو درست متوجه شدم یا نه ولی ببین. من میگم که اگه از ور زندگی بهش نگاه کنیم به عنوان یک مطالعه ای که میخوایم الان به معلم ادبیاتمون جواب بدیم یا کنکور شرکت نداره. کنیم اینجوری بهش نگاه نکنیم حتما اون اتفاق میفته یعنی اون اتفاق مربوط به زندگی مثال برات بزنم یادم نمیاد به چه مناسبتی بود ولی یه سخنرانی چیزی بود که رب داشت و رفتم اون باب در فضیلت قناعت گلستان رو دوباره نگاه کردم خب من همیشه خیلی جزء حرفامه که در واقع قناعت رو دست میندازم میگم آقا ما در زندگی امروز به ویژه در مورد همین مسائل مطالعاتی به طرز وحشتناکی قانع هستیم مثلا یه مثالی که شاید بی باشه بزنم مثلا این برنامه‌ای که تو هم در جریانش بودی من در سال 95 برگزار می‌کردم داستان و فیلم که سه فصل برگزار شد داستان و, س... و فیلم آره. داستان خلاصه رمان رما... تماشا و تحلیل فیلم اقتباسی فیلمی که از اون رمان یا داستان کوتاه ساخته شده و حتی رمان رمان و حتی در خیلی موارد که رمان بلندی بود خوب. مثلا رمان 400 سفری رو به طور کامل خلاصه میخوندم می‌خوندم نه اینکه فقط روایت کنم یعنی فصل بندی و روایت و نصر و فکر می‌کردم خب این, این کار به درد بخوریه و سی هفته در طول سال 95 این برگزار شد کم کم دیدم یعنی از عواستش متوجه شدم و الانم بسیار برای ادامهش با اینکه خیلی هم میگن بیانگیزه دیدم که این جایگزین خوندن آدما شده یعنی آدما میگن که خیلی خوب یکی ما میخونه و حتی چون که رو میگفتم حالا اگه داستان کوتاه بود که کامل میخوندم اگه رمان بود دقیق خلاصه میکردم طرف حتی نثر نویسنده دیگه به دست می و میتونست قشنگ بعدش مثلا پوز بده بگه این رمانو خوندم این هفته ببین یعنی ما یه برداشتی ازش میکنیم که همینقدر کافیه به این دلیله که میگم من همیشه قناعت و تو،, مسائل مختلف زندگی در واقع دست میندازم و شوخی میکنم خب، ما... از همین زاویه رفتم سراغ فصل در فضیلت قناعت گلستان سروش باور نکردنی شمرده بودم یادم تو اون سخنرانی تعدادش رو گفتم الان نفس نیستم مثلا نمیدونم از مثلا 36 تا حکایتش بیش از نصفش مربوط است به قناعت در پرخوری یعنی منظورش اصلا پرخوری نکردنه اصلا این زمینه هایی که ما تصور میکنیم به معنای دوده چرا خوردن و دنبال در واقع معاش نبودن و اینها اصلا این نیست هرس نزدن رو با مثال ها همیشه خب سدی در گلستان قصه گوه دیگه با هرس نزدن در مفهوم در واقع مسائل مالی که اصلا اون معنی که ما از قناعت برداشت میکنیم و میخوایم زود همه چی رو مختصر بگیریم اصلا توش نیست اصلا اون توش جاری نیست ولی یه مثالی بزنم از همین در واقع تقابلی که تو این برنامه به وجود میاد طبیعتا خیلی اوقات نمیدونم شاید تو بعضی برنامه ها بعضی مهمون ها بهش اشاره کردن که چرا آدم ها امروز مطالعاتشون یا حتی اگه چهار تا کلمه میخونن لزوما بهش نگیم مطالعه به, این به, محیط مجازی و اینها محدود میشه من میخوام بگم همه اینها مثل خود همین برنامه کتاب باز میتونن منبع جستجوی کتاب باشن منبع جستجوی اون چیزی که منو کنجکاو میکنه یعنی تو اگه راجع به یه داستانی میگی که موضوع داستان اینه وقتی احوال یه شاعری رو توصیف میکنی این منو رو کنجکاف کنه بگم آها این ممکنه آدم من داستان من باشه یعنی اینو من دنبال